واقعی 40 سال گذشته که شاید اگه ما قدری طولانی ترش بکنیم 50 یا 60 سال گذشته یک دوران بسیار مهمی بوده برای تاریخ ایران، یعنی از زمانی که باید گفت انقلاب سفید در عهد پهلوی واقع شد تا آنچه که امروزه ما میبینیم یه پیوندی بین اینها هست. حال باید گفت خب چرا برای یه همچین مسائلی ما لزومی داره چنان که آقای حریری گفتن به 500 سال قبل برگردیم؟ بالاخره آنچه که در مقابل ما هست ملموستره اگر به قرن 20 بهش بپردازیم. و این پرسش هایی که چرا اصولا انقلاب شد در ایران؟ ایران یکی از معدود کشورهایی که در طول قرن 20 شاهد 2 انقلاب بوده. حالا من نمیخوام بیشتر به این مسئله مقایسه بپردازم، بلکه میخوام بپردازم که چرا اصولا ما این انقلابی که 2 بار در طول تاریخ ما در قرن 20 واقع شده رو میتونیم در یک دامنه وسیع‌تر و گسترده‌تری بهش بنگریم. چرا این انقلاب اسلامی بود؟ اون نکته مهم دومه. و چرا این انقلاب اسلامی نهایتاً منجر به سیطره یک طبقه که خود رو روحانیون میشناسن، یعنی طبقه فقها و علما و اهل مدرسه، و با یک نظریه جدید ولایت فقیه که اون هم در تاریخ ایران تا اونجایی که بنده اطلاع دارم به نحوی که در دوره انقلاب توسط آیت الله خمینی مطرح شد اصولا وجود نداشته، پدیده کاملا جدیدیه در تاریخ ایران. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. به اضافه باید بهش اضافه کرد که چرا این یه انقلاب غرب ستیزی بود، یا به نحوی اگرچه ظاهرا مدرنیته غربی رو نمیپذیرفت ولی در عمل اون رو بیشتر درونی کرد، ولی در ظاهر این جنبه سیاسی ضد غربی شیطان بزرگ آمریکا، آمریکا تن تنی رنگ تو بنا به معیارهای پذیرفته شده بسیار زنستیزه و یک نوع مردسالاری خیلی بزرگی درش حاکمه که هنوز بعد از 40 سال مسئله لاینحلی برای جامعه ایران هست. برای اینها من فکر کردم شاید بازگشت به یک عناصر دراز مدت در تاریخ ایران تا یه اندازه راهگشا است. البته من به هیچ وجه ادعا نمی کنم که کتاب من حرف نهایی است، ولی پرداختن به این جریان های عناصر دراز مدت در تاریخ شاید به ما یک دیدگاه جدیدی رو آشکار میکنه. به ویژه 2 مفهوم اساسی در اینجا مورد نظره. یکی این که بپرسیم که آیا چگونه کشور و ملت و دولت ایران از آغاز دوره صفویه شکل گرفت و تنش‌های درونی چگونه بود؟ میشه در واقع کوشش من اینه که نشان بدم که این تحول یک تحولی بود که یک نوع امپراتوری ملی ساخت. یعنی ما از عصر صفوی به بعد یک نوعی مفهوم ملیت، نه به مفهوم جدید ناسیونالیسم ملیت که پدیده قرن 19 یا اواخر قرن 19، بلکه به مفهوم دیگری که در نظر من هست و اون اینه که چطور یک انسجام فرهنگی و ملی هویتی در ایران پیدا شد، و این یک جنبشه. و اون وقت جنبه دوم اینه که چگونه این با استقرار یک مذهب رسمی در ایران، یعنی با
شیعه اثناعشریه که دولت صفویه و بعدها دولت قاجاریه هر دو مدافعش بودند و این رو در واقع به عنوان یک جریان قوام ملی در جامعه ایران با فشار، با حتی با بیرحمی زیاد به روی جامعه ایران تحمیل کردن، ولی در نتیجه در طول این دوره طولانی مدت این تاریخ و داستان شکلگیری شیعه اگرچه برای بسیاری از ما ممکنه جنبه‌هایش ناخوشاینده، ولی یک جریانی است که در شکلگیری قوام ملی ایران و تداوم و آنچه که امروزه ما هنوز روی نقشه می‌بینیم به عنوان ایران مؤثره. من در کتابم کم و بیش و بعد از اینکه کتاب نوشته شد خیلی بیشتر آگاهانه نه در واقع حدودا نه عنصر مهم طولانی مدت رو در دراز مدت رو در تاریخ ایران می‌بینم، حداقل از دوره صفویه به این طرف. یکی از عناصر مهمی که شاید برای ما امروزه یک جریان اساسی برای شناخت تاریخ ایران هست، تاریخ ایران جدید هست، مسئله رابطه دین و دولت هست. چنان که در منابع عهد ساسانی گفته میشد دو خواهر همزاد بودند که با هم پیوند خیلی نزدیک داشتند، ولی در به تدریج تبدیل شدن به دو نهاد ستیزجو. دیگر یکی از مضمون‌های مهم تاریخی ایران یک نوع تنش بین کیشداری یعنی شرع و شرع مداری، بله، و شریعت مداری از یک جانب و جریانات فراکیش یا جریاناتی که در داخل مذهب غالبا در داخل شیعه یا خارج از شیعه پیدا می شد و جریانات مهدوی بودند، معمولا جریاناتی بودند که بیشتر می خواستن خاتمه بدن به قدرت و سیطره شهر. جریان دیگری که در از نظر جغرافیایی و از نظر جغرافیای سیاسی مهم بود یک نوع تنشی بین اون چیزی که من بهش میگم بوم و بر، یعنی از یک مرکز و یک حاشیه یا مرز و بوم و گذشته ای که در واقع بین یه مرکز و سرزمین های حاشیه ایش یک ارتباطی بوده که گاهی پیوند و گاهی تنش وجود داشته. پیدایش دولت مرکزیتگرای در عصر پهلوی و پایان اون چیزی که ما بهش میگفتیم در دوره قاجاری، در دوره صفوی حتی بهش میگفتن ممالک محروسه، یعنی یک مملکت نبود بلکه تقریبا یه نظام فدرالی بود که در اون هر کدوم از سرزمین‌ها برای خودشون ممالک، در واقع برای خودشون یک حالت نیمه خودمختاری داشتن. به اضافه یک تنش بزرگ دیگه در تاریخ ایران که سابقه اساطیری داره این در واقع ارتباط بین آن چیزی که بهش ایران در مقابل ان ایران گفته میشد، یعنی ایران همیشه خودش رو یک قوام داخلی در مقابل سرزمین‌های دیگر میشناخت. دیگر یه مبحث اساسی و مهم، یک تنش بزرگ دیگه در تاریخ سیاسی ایران، مسئله در واقع گاهی پیوند گاهی منازعه بین آنچه که بهش میشه گفت درگاه و دیوان، یعنی بین قدرت سلطنت از یه جانب که درگاه نامیده میشه و قدرت در واقع عملی وزارت و دولت که اونو باید به عنوان دیوان ازش یاد کرد. این درگاه و دیوان دو جنبه‌ای بودن که در طول تاریخ طولانی ایران همیشه مشکل زا بودن، یعنی که دستگاه دولت هیچ وقت خودشو نمیتونست کاملا از درگاه
از دستگاه سلطنت جدا کنه. ارتباط بین بازار و میدان، که در واقع بازار معمولاً یک نوع اقتصاد نیمه مستقل طبقه تجار و پیشه‌وران بود در مقابل میدان که کم و بیش در اختیار دولت بود. یعنی این یک دو نوع اقتصادی بود که با هم دیگه یا پیوند داشتن یا با هم در کشش بودن. همه اینها از نظر من، بدون اینکه بخوام یک نوع ناسیونالیسم وطنی رو تشویق کنم، ولی میتونم بگم این عناصر و کشش و تنش بین اینها در دوره جدید باعث شده که جامعه ایران یک نوع مقاومت بومی یا یک نوع هویت بومی برای خودش بسازه. اینکه چطور در واقع ما در جامعه ایران علارغم همه کجی‌ها و کاستی‌ها و تراژدی‌هایی که جامعه ایران در طول دوره تاریخ جدیدش متحمل شده، معزالک تا یه اندازه توانسته برای خودش شکل مدرنیت بومی، یک تجدد بومی رو برای خودش بسازه. مشکل داره، ضعیفه، ولی هست.